صدایم کنی روشنایی. سحر بامداد نشابوری من، صدایم کنی مهربانی پریشان اسیر شب تلخ مهجوری من. تو را دیده بودم گلی خواب رفته میان کویری، چه شبهای دوری که با پای خسته لب چشمه نوش دیدار تو می نشستم. که با پای خسته چه ساعات دیری که پای تو دل را چنان شیشه‌ای می شکستم. تو را دیده بودم تو مهمان ناخوانده خواب بودی، شب ناب بودی که می آمدی مثل باران چکیده چکیده، سحر خون نشین سفر کرده هامان، تو می شستی از چهرهش خون که می آمدی مثل باران چکیده چکیده، و رنگ تو مثل خیالم پریده پریده. تو را خوانده بودم شب قدر من بودی و قصه هایت چه شیرین، گذر با شهابی گریزان رسیدن به خورشید ایران. تو را خوانده بودم کتابی کهن با اشاره به دیروز من روزهای پریشان. پدر در نخستین کلامش تو را یاد می کرد و با یاد چشمت مرا با جنون الفتی ساده می داد. تو را دیده بودم زنی ساده بودی و دستت درختی پر از سایه در آفتابی، و آن چشمه های روان کلامت همه سبز بودند و روشن، همه پاک بودند و آبی. به ما گفته بودند دنیا شکفته است، گل لاله داده است باران، هوا عطربیز است در جشن یاران. به ما گفته بودند خورشید با ماست، به گامی دیگر کشور صبح با ماست. تا آهسته آهسته از پشت شیشه مرا خوانده بودی، صدای تو بود این بهار قدیمی که در کوچه های غم‌آلود غربت مرا تازه می کرد. صدای تو بودین، من این راز را می شناسم. تو می آمدی در شب من که باران و آواز را می شناسم. تو آهسته آهسته در سینه ها می نشستی و با گریه ها من سحر می گذشت از خیابان تبعید. تو بودی که باری همه شیشه ها را به پای غزل‌های ایرانی هم می شکست. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 5 مهر ماه 27 سپتامبر، به شما سلام می کنم. سینه همچنان گرفته است اما حال رو به بهبودی است. حالا این یه داستانی داره بین آقای مرحوم ابوالقاسم حالت و سلیمان بهبودی که البته جاش گفتنش در تلویزیون نیست، در مجالس خصوصی است. روزی که بهبودی از حالت سوالی رو کرد و ایشون گفت رو به بهبودی است. بله، خلاصه عجب داستانی بود دیشب، عشق یک شبه. چنان آقای جانکری به دیدن آقای محمد جواد ظریف دهنش باز مونده بود که آدم میگفت های چی بوده اینا که اینقدر اشتیاق به دیدار با هم داشتن، چرا زودتر شروع نکردن. برمیگردم به عقب، داشتم به یه دوست دیپلماتم میگفتم خدایا چه بود، آدم قدس نخعی در مقام وزارت خارجه‌اش نشسته بود، باقر کاظمی، باقر خان کاظمی وزیر خارجه‌اش بود، عباس علی خلعتبری وزیر خارجه‌اش بود، اردشیر زاهدی بود. نگاه میکردم همینجوری تاریخچه رو میدیدم و پیرنیا نشسته روی این مسند، آدم نگاه میکرد خاطرات باقرخان کاظمی معذب الدوله رو میخوندم،
اشاره میکرد که آره در تهران چه خبره و کیا قراره بیان. زنده یاد دکتر محمد مصدق وزیر خارجه بوده. حالا شادمانیم که محمد جواد ظریف نشسته. یادم نمیره ژانویه 78 بود، آقای کارتر و روزالین، کارتر تازه انتخاب شده بود، به دعوت اعلی حضرت آمدن در ایران، جزیره آرامش، ثبات، امنیت، گیلاس ها رو برداشتن و حالا آقای کری در کنار آقای محمد جواد ظریف میسته، زیر چشی هم گاهی به هم نگاه میکنن، عین اینکه خواستگاری آدم میره زیر چشی نگاه میکنه. خلاص داد معشوقه به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ. اینجا هم داره میگه پیغام آقا جنگ چیه، بیا که فصل دوستی و صفا و محبت است. به هر روی برای من جالب بود که این دیدار در زمانی انجام شد که آقای خامنه ای اجازه مصافحه بین آقای حسن روحانی و همتای آمریکاییش رو نداد. دیروز و پیروز تو برنامه دیگه هم اشاره کردم، ولی الان اطلاع دقیق دارم و این اطلاع دقیق از همون نیویورک هم به دستم رسید که تیم وزارت خارجه و تشریفات تمام برنامه ریزی ها رو برای مصافحه آقای روحانی و آقای اوباما انجام داده بودند. همه چیز ستاپ شده بود، حتی سکیوریتی و چند تا مأمور باشن لباس شخصی، نمیدونم مأمور فلان، همه اینا بود، چون به هر حال مأمور مسلط داخل سالن های یو ان نمیاد، بیرون هست، گارد و اینا دارن خودشون، ولی پلیس آمریکا مأمور مسلح نمیاد. منتها در اون شرایط تنظیم کرده بودند که سکیوریتی این دو رئیس جمهور در بالاترین وجه اونجا فراهم بشه. بسیار چه شد؟ 11:50 بعد قرار بود ساعت 12:45 این مصافحه انجام بشه، بعد دو رئیس جمهوری با هم به طرف میزی برن که در اون ملک حسین نشسته، ملک عبدالله دوم نشسته بود و چند تن از امیر قطر بود و چند هیئت نمایندگی اسلامی و عربی، نیجریه بود، پاکستان، غیره، و گفتن یه میز سپریت درست کردن که در اون میز مشروب سرو نشه. و آقای اوباما هم وقتی اومد بر سر اون میز میشست لیوان آب پرتقال میخورد یا آب میخورد. بنابراین اینا بهانه است که میگن چون اونجا مشروب سرو میکردن، همه جا مشروب سرو میکنن، آب گوشت بزباش با دوغ نمیدونم نعنا که اونجا چیز نمیکنن، سرو نمیکنن، معلومه بردوی بیوتیفول شاردنه عالی، اونه که قرمز میخواد قرمز میخوره، اون که سفید میخواد یا زرد میخواد اونو میخوره، روزم هست، روزم هست برای اونایی که پینکش رو دوست دارن صورتی رو. خلاصه به هر رنگی دیگه این همه ادبیات و شعر ما و مطابق در آقای روحانی از جایی میاد که بعد اونجا شراب خانگی رنگ مغتصب خورده رو نوشید. به هر حال همه ما رو امام خمینی در عرض 2 ماه گفتن پدر و پسر 57 سال کوشیدن که ملت ایران دومی به خمره بزنن، حالا گاهی یه گیلاسی بزنن. حضرت امام خمینی نایب امام زمان در 2 ماه تمام ایرانی ها رو عرق ساز کرد. یعنی همه تبدیل با زنده یاد دوستم منصور پاتنشان رفتیم سرچشمه، یک مغازه خوشبار فروشی بود. منصور رفت گفت ببخشید حاج آقا، یه 5-6 کیلوی کشمش میخوایم، نظری داریم، میخوایم عدس پلو نظری با کشمش درست کنیم و اون خوبا رو بدین دیگه، سر چوب نشته باشه، آبرومو جلو مهمونا نره. حاج آقا رو سر کرد با این به اون شاگردش گفت مشتی مشتی، یه 7-8 کیلو از اون خوبا بیار که مزش میکده مخصوص درست میکنه. بعدم یه لبخندی زد گفت بله، این روزا مشتاقان عدس پلو نظری خیلی زیاد شدن، گر رو گر از صبح تا شب میان از ما کشمش میگیرن برای عدس پلوی نظری. حالا امام خمینی ملت ایران رو عرق ساز کرد، همه دیگه حالا بلدن، فرماش آمده،
دوستی اومده میگه آقا آبجو درست میکنم تو خونه مثل عروس معرکه، مثلا آبجو ترکیه نمیخوریم اونا رو، ما او شعی رو میگیریم یه تیکه هم تخمیر میکنیم و دو هفته میذاریم میشه آبجو معرکه. زنده باد اسلام ناب انقلابی محمدی. دیروز که آخونده رو دیدید که روش عشق بازی و خلاصه محبوبه و معشوقه نگه داشتن و داشت یاد میداد آقا بگو دوستش داری. حالا در هر حال بعد از اون این نشست پنج به اضافه یک برای پنج شنبه برنامه ریزی شده بود. جالب اینه که وقتی رفتن توی جلسه خانم اشتون هم نشست، پشبند اون یه پرایوت دو به دو میتینگ ظریف و جانکری هم بود که به گمان من در اون مذاکرات پنهان دو جانبه 20 دقیقه نیم ساعتی اونجا بود که حرفای اساسی رد و بدل شد، اونجا بود که قرارها گذاشته شد. خانم اشتون بعد از جلسه، حالا همه اونایی که شرکت کرده بودن کم و بیش موضع بسیار مثبتی داشتن، وقتی اومدن بیرون دونه دونه شروع کردن. آقای ویلیام هیگ آمد گفت آقا فضا متفاوت بود، فیلمش هم داریم ما، فضا متفاوت بود، خیلی خیلی خوب بود، دو طرف در واقع خیلی با پوزیتیو بودن. And indeed a big improvement on the tone and spirit of previous meetings on this issue and I pay tribute to ministers. بله من واقعا قدردانی میکنم از آقای ظریف، فضا عوض شده بود، از نظر مثبت بودن ایمپروو کرده بود، خیلی بالا رفته بود، ظرفیتش بالا رفته بود و من قدردانی میکنم. بعد پشبندش خب وزیر خارجه فرانسه بود آقای فابیوس، ایشون هم کم و بیش تقدیر کرد از موضع آقای ظریف، و بعد خانم اشتون بود که خب نقش بسیار مهمی داره به عنوان وزیر خارجه اتحادیه اروپا. Good atmosphere, energetic. We had a discussion about how we would go forward with an ambitious time frame to see whether we can make progress quickly. I'm pleased that we have agreed to meet in Geneva on the 15th and 16th of October. خب من دیروزم براتون گفته بودم مذاکرات بعدی احتمالاً در ژنو یا وین، این در ژنو 15 و 16 اکتبر بین وزرای خارجه یا هیئت نمایندگی با سطح بسیار عالی دیپلماتیک. بنابراین خب خشت گذاشته شد و فاندیشن به صورت مثبتی گذاشته شد. من شادمانم، من واقعا آرزوم اینه که به این مصیبت خاتمه داده بشه، آقای خامنه ای متنبه شده باشه دیگه بس کنه. سوریه جلومون، لیبی است، عراق است، مردم ما خسته شدن از این شعار بی شعوری، از اینکه آدم داد بزن دیروز موشک قطر، موشک فلان، دوباره 4 تا موشک ساختیم. اینا برای کی میگید؟ به گاه معرکه هیچ کدوم از این موشک ها به کارتون نمیاد، چون اگر با یکیش رفتید به یک کشتی آمریکایی زدید، مرحله بعدی همه نیرو دریایی ما نابود میشه. در پایان جنگ ایران عراق دیدیم آقا چرا قضیه ای که میشه با دست باز کرد گره رو، چرا دندون بذاری بشکنی دندونت. امریکا از نظر ما یا اپوزیسیون سوریه ممکنه این کارش کار درست نبود یا کوتاهی بود، اما چیکار کردن آمریکایی‌ها؟ اهدافی رو که با جنگ میخواستن به دست بیارن بزرگتر از اون رو بی جنگ به دست آوردن. این خیلی مهمه که سوریه تمام سلاح شیمیاییش رو میده. خب اون وقت میرفتن 4 تا کارخونه رو میزدن، 4 تا پایگار. هنوز سوریه 500 تن شب بین رفته بود، 500 تن دیگه داشت، الان همه رو داره تسلیم میکنه. در برابر ملتش یه رژیم شکست خورده است که اون همه شعاری که میداد که ما اله میکنیم بله میکنیم دود شده به هوا رفت، 2 ریال ارزش نداشت.
این رژیم رسوا شده دیگه. خب طرف با عقلانیت، با درایت، با تأمل به هدف خودش رسیده، سوریه رو وادار به تسلیم کرده. الان هم قطعنامه‌ای که دارن در شورای امنیت تصویب میکنن و روس‌ها هم موافقت کردن، حالا اشاره به فصل 7 نداره، به بند 7 منشور نداره، ولی یا میثاق سازمان ملل، اما اشاره میکنه اگر سوریه از تعهدات سر باز زد، اخلالی در توافقنامه کرد یا باز سلاح رو مورد استفاده قرار داد، در آن صورت دست جهان و سازمان ملل بازه برای عملیات نظامی. یعنی عملا برمیگرده به همون ماده 7، به همون فصل 7 میثاق، میثاق سازمان ملل. خب در مورد ایران هم همینطور، کاری رو که میشه با عقل و درایت و دیپلماسی حلش کرد، به مشکل رو پایان داد، آماده بود برای اینکه ذره ذره مجازات ها و تحریم ها برداشته بشه، با عربد جویی 4.5 یادم که مدال حلبی به گردن و سر و سینه شون آویزونه. من واقعا مثلا نگاه میکنم سردار عراقی، سردار سلامی، سردار حاجی زاده، اینا به اندازه یک ستفانسه ارتش سابق ما دانش نظامی ندارن. اینا درس نخوندن، اینا یه شب جنرال شدن، آقای خامنه‌ای خوابنما شد، صبح بلند شد همه اینا رو کرد جنرال. چرا انقدر تیمسار ما در ارتش نداریم؟ چون در اونجا یه مقرراتی هست، باید بره دانشکده دافوس رو ببینه، دانشگاه فرماندهی ستاد رو ببینه، به امیری رسیدن زحمت داره، ولی اینجا نه، یه شبه حسن فیروزآبادی 200 کیلویی که فانوس قدش گیر نیوردن ستاره به هم وصل کردن، این آدم میشه سلشگر با 9 سال تقدم بر بالاترین امیر ارتش ایران، یعنی تیمسار سلشگر ساله ای الان مستحق درجه سپهبدی است. چرا آقای خامنه‌ای بهش نمیده؟ نمیخواد، ولی دو روز دیگه این حسن فیروزآبادی رو میکنه سپهبد که تمام دنیا بخندن به ما. این سپهبدشونه. بله، حال سلشگر میشه سپهبد بشه. شما فکر کنید در جنگ 67 بعضی از این فرماندهان ارتش مصر موقعی که اسرائیلی ها حمله کرده بودن، هواپیماهای مصر رو ویران میکردن و فرودگاه و راهن و جاهای استراتژیکو، گفته بودن از قاهره براشون بستنی با هلیکوپتر بیارن، شکمهای گنده، هیکلهای گنده. خب معلوم این قادر به جنگیدن نیست، فقط شعار میده. حالا ما 2500 تا موشک دیگه درست کردیم، وقتی اونا میتونن در خرم آباد پادگان امام علی با یک خرابکاری 200 تا کلاهک ما و موشک دوربرد سجیل و شهاب 3 رو نابود کنن، همین کار رو در تهران در کرج انجام دادن، چی ما داریم میگیم؟ و متاسفانه چرخ دیپلماسی ما که میتونه خیلی تند حرکت بکنه، بالاخره در طول این سالها آدمهایی هم بودن در هیئت دیپلماسی ما، همین آقای عراقچی، مجید تخت‌روانچی، خوشحال شدم اینا رو آوردن جزو هیئت مذاکره کننده. خب رئیس دانشکده روابط بین الملل بوده، دانشی داره، میتونه کمک کنه. اینا رو باید ازشون استفاده کرد. و خود آقای مثلا محلاتی امیرخان که الان استادم هست، عباس ملکی، خب اینا رو به عنوان مشاور بیارید دوباره، از اینا بهره بگیرید. دکتر سعید محمودی رو دعوت کنید، این آدم متخصص در حقوق بین ملل. ما میگفتیم بین الملل، ای خدا داد میده سرمون استاد که بین الملل چیه؟ بین ملل. در هر حال دکتر علی آبادی، واقعا امیدوارم الان برای مرحله بعد، برای مذاکرات ماه اکتبر،
یک هیئت حاشیه‌ای باشه، حقوقدان که اگر قوانین رو میخوایم مثلا قراردادی رو بنویسن، این هیئت حقوقدان بتونه تنظیم بکنه. واقعا وجود آدم های مثل دکتر سعید محمودی، مصطفی میرمهدی که الان سالهاست بیرون رفته، خب دار استفاده بکنیم ازشون. اینا آدم های حسابی هن. و بله، و به هر حال مذاکراتی که آقای ظریف و آقای کری داشتن، اون پرایوتشون، مذاکرات بسیار مهمی بوده. دیشب من تا دیر وقت روی تلویزیون العربیه بودم و مرتب به من مراجعه میکردن و کامنت میدادم، اظهار نظر و دیتیل رو میدیدم و گزارشایی هم که از نیویورک مستقیما میومد. در حال دیدن این دو وزیر خارجه در کنار هم بعد از سالها عداوت و دشمنی و مذاکرات پشت پرده پنهانی که هیچ وقت هم اینا رو نتیجه ای نداشته، وزرای خارجه دو کشور نشستن، گفتند، بریدند اما هنوز ندوختند. شاید ترسیم هم کردن که چه نوع ردایی بر قامت توافق مشترکشون بدوزن. نگاه کنید به این تصویر و به این فیلم و میبینید که از لحظه ورودشون چه حالت، دو طرف هم دیگر رو جذب میکنن. بعد خب میبینید وزرای خارجه همه این پنج کشور به اضافه یک بر، و بعد هر کدوم از دام اومدن صحبت. حالا آقای جان کری رو ببینیم چه میگوید بعد از ملاقاتش با آقای ظریف. One meeting and a change in tone which was welcome doesn't answer those questions yet, and there's a lot of work to be done. So we will engage in that work, obviously, and we hope very, very much, all of us, that we can get concrete results that will answer the outstanding questions regarding the program. But I think all of us are pleased that the foreign minister came today. یه ملاقات کوتاه، بله بسیار مثبت، جو خوب، ولی پاسخ به سوال ها نداد یا پاسخ به نیاز ها نداد. اول کار است، ادامه خواهیم داد این مذاکرات رو به صورت جدی تر با شمول بیشتر و امیدواریم که به نتیجه برسیم. به هر حال آقای جان کری محتاطانه از جو ایجاد شده اظهار شادمانی کرد و با امید بسیار گفت که منتظر میمانیم برای بعد. اما ببینیم آقای ظریف چه میگوید. We also had a short bilateral discussion with Secretary Kerry after the meeting in which we stressed on the need to continue these discussions to give it the political impetus that it requires and hopefully to reach a conclusion within a reasonable time. I'm satisfied with this first step. Now we have to see whether we can match our positive words with serious deeds so that we can move forward. چیزی که همیشه آمریکایی‌ها از ایران می‌خواستن، آقا این وربالی فایده نداره، دیدز افعال. ما نمی‌خوایم شما فقط اقوال بگید. حالا آقای ظریف هم داره همین رو میگه که بله ما بریف، یک دیدار کوتاه داشتیم با سکرتری جان کری بعد از ملاقات عمومی و در اینجا مسائل رو صحبت کردیم. نیت ها خوب است، حسن است، خیلی خوشحالم از این ملاقات ها و قدم بعدی حالا برای ملاقات های بعدی که ادامه خواهد یافت. کلن چارچوب رو مثبت توصیف کردن همشون و به نظر میرسه آقای ظریف خیلی راضی بود و همینطور آقای جان کری. اما آقای پرزیدنت دکتر حسن روحانی، فارغ التحصیل دارای درجه دکترا حقوق اسلامی از دانشگاه کالدونین در اسکاتلند، استاد راهنماشون دوست عزیز و قدیم و هم دانشکده من استاد حسن امین، مدیر مجله حافظ که بسیار مجله خوبی است و شاعری که 5-6 تا دیوان بزرگ از جمله شاهنامه امین رو نوشته که تا
تاریخ ایران رو از ابتدا تا امروز رو چقدر اظهار نظر لطفی هم به بنده کرده در اونجا. خب ببینیم ایشون بعد از نوشتن رساله به زبان انگلیسی این یه چهار تا جمله رو که میگه چجوری میگه، و ای کاش این چهار تا جمله رو نمیگفت. گوش بدید. To say to American people, I bring peace and friendship from Iranians to Americans. من اگر معلم انگلیسیشون بودم نمره 7 بهش میدم، 6. I bring peace. I bring peace and friendship from Iranian people to American people. قشنگتر از این نمیشد گفت که صلح و دوستی رو من از جانب ملت ایران به ملت آمریکا پیشنهاد میکنم و یا عرضه میکنم. اسباب تأسف است که وقتی هم یک ملایی از ملایان پر سر و صدا و خیلی مدعی ما در برنامه که بی بی سی دو پخش میکرد و ایشون نشسته بود و صحبت میکرد و زیرش هم حرفای انگلیسیشون زیر نویس میومد و خیلی جالب بود اون لحظه‌ای که ایشون ازش استفاده میکرد. بله، یاد مرحوم اثناعشری به خیر که با لحظه غلیظ اصفهانی میگفت I don't know. گفتم عزیز جان چرا میگه I don't know؟ گفت همین میگم I don't know، خودم راحت میکنم، یارو میفهمد که من انگلیسی بلد نیستم، بی خودی تلاش نمیکنم مثل بعضی ها خودم رو انگلیسی دان قالب بزنم. جناب آقای روحانی، امیدوارم رساله رو خودتون نوشته باشید ولی در مکالمه کمی تمرین بفرمایید. خب حالا بریم یه ترانه گوش بدیم و باز میگردیم. همه شما عزیزانم، یکی از اتفاقات اینو اول بگم، اشاره کردم به چهره هایی که آدم دلش میخواست در اونجا میدید در جمع هیئت نمایندگی ایران. آقای متکی پدر وزارت خارجه رو در آورد، یعنی اون تتمه‌ای که از آدمایی که به هر حال آموزش دیده بودن، تجربه کسب کرده بودن، همه رو ریخ بیرون و یک مش شاگرد دوچرخه‌ساز و سوهان‌پز و عبادوز از قم و این ورانور ورداش آورد به همراه 63 نفر از آیزنو و دختر خاله و دختر دایی و شوهر نوه عمه زنش و زنش و غیره، همه رو گذاشت تو وزارت خارجه و بچه ها به طوری که برای من نوشته بودن خانواده آقای متکی در ماه 270 میلیون تومان از وزارت خارجه حقوق می گرفتن. یعنی وزارت خارجه تیول شخصی ایشون شده مثل روزگار ناصرالدین شاه یا خاقان مغفور. و متاسفانه مثلا شما فکر کنید مرتضی سرمدی معاون وزارت خارجه زمان آقای خاتمی، بعد سفیر شد در انگلیس، یه آدم محترم، یه دیپلمات با شخصیت، یه دیپلمات آگاه، درسش رو روان بود، بلد بود، چی شد؟ کجا رفت؟ یه آدمی مثل عباس هدایتی چرا نباید باشه الان تو وزارت خارجه؟ یه کارشناس برجسته، هم حقوقدان هم اقتصاددان، اینا چرا نباید جزء هیئت نمایندگی بودن؟ شما وقتی دارید میرید برای یک نبرد بزرگ، نبرد دیپلماسی، به جا موشک قدر رو نمیدونم سجیل و غیرتون که تو 2 دقیقه کار میفته، ولی سربازان و افسران صف دیپلماسی اینا از کار نمیفتن، اینا میستن و بحث میکنن، از حقوق ملی دفاع میکنن. اون زمانی که در رابطه با دریای مازندران هیئت‌های ایرانی گفتگو میکردن عباس ملکی بود، محال بود اجازه بده حق ایران برسه به 11.5%. حداقل روی 20% پافشاری شدید میکردن. سهم ما بیشتر بود ولی حتی ما 20% هم نتونستیم بگیریم که بتونیم به نقطه‌ای برسیم بتونیم استخراج نفت و گاز کنیم و اینجور باکو و
اشخابات و همینطور آستانه و دولت روسیه و دولت قزاقستان نتونن نفت و گاز و مواد معدنی دریای مازندران رو بردارن ببرن و ما اینجا سرمون کلا بره، آلودگیش برای ما بمونه، ساحل ما رو از خاویار نابود بکنه توش و اون بساطی که برپا شد. به هر حال واقعا مرتضی سرمدی یه آدم حسابی، اون وقت یه حمید سرمدی هم داشتیم، آدمکش وزارت اطلاعات که اسم حمید سرمدی بر خودش گذاشته بود. این آقا رو بعداً به عنوان سفیر ایران فرستادن تاجیکستان و او در واقع از اسم سرمدی که خیلی خوشنام بود استفاده میکرد و آدمی بود در تاجیکستان آلودگی های بسیار داشت و تمام اینا که وزارت اطلاعات رفتن وزارت خارجه به هر حوزه ای اعزام شدن جز آلودگی و بدنامی و ضدیت با مفاهیم ملی و با ایرانیان مقیم اون کشورها کاری نکرد. در همین دوران ایشون بود چند ایرانی آزاده مبارز که رفته بودن در خدمت ملت تاجیک و بهشون کمک میکردن، پزشک، مهندس، ایشون ترتیبی داد که اینا رو اخراج کردن و دو سه تنشون هم با کلک و دوز به ایران کشوندن که سرنوشتشون معلوم نشد چه شد. آقای روحانی در امریکا که تشریف داشتن رفتن در شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک سخنرانی کردن. قبلا هم رؤسای جمهوری ایران اینجا رفت، آقای احمد نژاد هم رفته بود، ولی روحانی اونجا دیگه گریبانش رو گرفتن. یعنی در مصاحبه‌های مطبوعاتی و تلویزیون و غیره یا در گفتگوها صحبت حقوق بشر اینا نشد، ولی در اونجا یقش رو گرفتن و ایشون سعی کرد که بحث رو بکشونه به پرونده اتمی و کارهایی که ایران میتونه در حل مشکلات منطقه‌ای انجام بده و به هر حال به این صحبت‌ها پرداخته بود. گزارش شنیدم از نبیل ابو رودینه، سخنگوی پرزیدنت محمود عباس ابو مازن، که با آقای روحانی دیدار داشت، گفت خیلی متفاوت بود روحانی و تأکید میکرد که دولت او، سازمان آزادی بخش فلسطین و دولت خودمختار رو به ریاست پرزیدنت عباس دولت قانونی فلسطین میدونه و از هیچ تلاشی برای کمک به این دولت خودداری نخواهد کرد. امیدوارم واقعا اینجوری باشه و قاسم سلیمانی و دفتر مقام معظم از پشت پرده باز 50 میلیون به حماس ندن که باز آشوب بپا کنه و مجال قدرت یافتن و تقویت دولت خودمختار رو سلب بکنه. حالا هم که حماس آلودگیهاش در مصر آشکار شد و معلوم شد افراد اخوان رو آموزش میداد یا جماعت اسلامی که برن در مصر خرابکاری کنن و آدم کشی. آقای روحانی گفت مردم، این مردمن که فضای اعتدال رو ایجاد کردن و مخالفان این موضع، این نظر، یعنی رادیکال ها، یعنی اصولگرایان، یعنی حسین بازجو، یعنی نقدی، یعنی قاسم سلیمانی، اینا به زودی درک خواهند کرد و در برابر منطق مردم عقب می نشینند. اینطوری نیست آقای روحانی، کمان که دیدی که عدم مصافحه شما با آقای باراک اوباما به عنوان یک پیروزی توسط حسین بازجو شریعت مداری، نماینده نایب امام زمان و سرپرست کیهان، چطور با شادمانی جشن گرفته شد و چطور ایشون گفت بله چقدر عالی بود و آقای مصباحی یزدی نیز گفتن خدا را شکر ما اون کسی رو که میخواستیم رئیس جمهور بشه، یعنی سعید جلیلی، اگه اومده بود سر 6 ماه مخالفان آچمزش میکردن، همون کاری که با احمدی نژاد کردن. حالا بهتر یکی از اونا اومده و مسئولیت ها گردن او خواهد بود. پیشا پیش داشت میگفت اینم کاری نخواهد کرد. میخوام بگم آقای روحانی باید یه خود تجدید نظر بکنه در خطابش و در عملش. زمانی که آقای روحانی ناچار شد به پرسش‌های سنگین حاضران که اغلب کارشناسان و شخصیت‌های برجسته و چهره‌های استادا، چهره‌های سرشناس رسانه‌ای بودند، درباره آزادی اطلاعات، فیلترینگ،
پارازیت پاسخ بده. ایشون گفت که بله، ممنوعیت ماهواره رو که در دنیای امروز نمیشه، متعلق به گذشتش همه دسترسی دارن. اگه دسترسی دارن، این لشکرکشی های گاه به گاه به خانه مردم و شکستن دیشها و مصادره کردن ریسیورها دلیلش چیه؟ آزاد، خیلی جالب براتون بگم، کشورهایی که از نظر اینا مستبدن، کشورهایی که رژیم های مستبد دارن، حاشیه خودمون نگاه کنیم، افغانستان، عراق، کویت، بحرین، عربستان سعودی، قطر، امارات، سلطانشین عمان، پاکستان، هر گوشه که میرید دیشای بزرگ ماهواره‌ای بدون هیچ محظوریت و ممنوعیتی داره میگیره هزاران کانال تلویزیونی رو در چهار گوشه جهان. هیچ کم کنترلش نمیکنه، پارازیت هم نمیدن. آل علی که در تهران نشستن و مدعی ان نایب امام زمانن، دستور پارازیت انداختن، اونم مایکروویو که به جان زنان حامله و کودکان و پیران و مریضا مثل زهر حلاهله، اونو دستورشو میدن. اما آل سعود و آل خلیفه و آل صباح و آل نمیدونم غیره مصادره نمی کنن و فضای آسمان کاملا آزاد. میخوام تفاوت ها رو براتون بگم. تو همون عراقی که ما هزار ایراد بر مالکی داریم، ده ها تلویزیون مخالف دولت هم دارن کارشون رو میکنن. میخوام بگم اینا همه اطفارهای ولایت فقیهیه. بله، ایشون میگوید که به هر حال مثل هر کشور دیگری که میخوان چارچوبای اخلاقی رو رعایت بکنه، اینا باید رعایت شود. این کارم آقا جان با یک کار راحت میشه کرد. اگر شما یک کشور منطقی و درست بودی، اون کانال غیر اخلاقی رو خیلی ساده بود، شما میتونستید فیلتر بکنید اونا رو، سیستم کیبل درست میکردید، همه کانال های سیاسی آزاد بود، همه کانال های هنری و فرهنگی، اون کانال هایی که غیر اخلاقی بود فیلتر میشد. اما شما اینجوری نیست. بعد ایشون از اعتدال در سیاست خارجی گفت و گفت خب قبلا افراطی هایی هم بودن و هنوز هم هستن، ولی ما باید اونا رو محکوم کنیم. خاورمیانه باید عاری از کلیه تسلیحات کشتار جمعی از جمله شیمیایی میکروبی و هسته‌ای باشه. واعظ غیر متعز، ما کاملا قبول داریم، شما چرا پنهانی برنامه هسته‌ای دارید؟ اگه شما صادقید، ریگی به کفش ندارید، ترانسپرنسی سیاست شماست، شفافیت، پس چرا دروغ میگید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟ بعد ایشون میگوید که وزیر خارجه آمریکا گفته باز کردن، قبلا گفته بود، تاسیسات فوردو به روی بازرسان از جمله کارهایی که ایتان میتواند در زمینه اطمینان سازی انجام بده. و در این زمینه او میگوید و آقای رئیس جمهوری، آقای روحانی در این زمینه سعی میکنه اوید کنه آزادی تعداد زندانی سیاسی را، میگه این بشارت خیر است و مقدمه خیر، امیدواریم اینجوری باشه. حالا شبم که ایشون بعد از این برنامه ها با 800 تن از ایرانیان آمریکا سخنرانی کرد، باشون شام خورد و در هیلتون نیویورک. نکته جالب اینه که خیلی هم استقبال کردن ازش، براش دستای زیاد زدن. آب جوش رو دارم، هر وقت گلو خشک میشه قطراتی بنوشم. این نکته جالب براتون بگم، زمانی که خاتمی اومد به نیویورک بار دوم، که من بودم اونجا بار دوم و سوم، ایرانیانی که دعوت کرده بودن به نشستی که با آقای رئیس جمهور داشتن، ایرانیان متفاوتی بودن. یعنی من توشون آدمایی رو میدم سالها مبارزه کردن، توشون تجار، سرشناس، پزشکان، اساتید دانشگاه،
همه رو میدیدم، آدم های واقعا چهرهای شاخص. احمدی نژاد که اومد میدون افتاد دست هوچیا و دلالای وزارت اطلاعات و اونا اومدن یه مش آدمی رو دعوت کردن که خب تکلیفشون معلوم بود. خیلی یادم از یکیشون که الان تو ایران زندانی و پدر وبلاگ نویسی، با دمپایی و یه دونه شلوار آبرو ریزانه تشوردن توی جلسه که راش نمیدادن، و یعنی ببینید اوضاع چقدر خراب بود که اونو راه نمیدادن. ولی این دفعه برای آقای خاتمی، برای آقای روحانی باز در واقع گزینش رفته بود شبیه به کسانی که برای دیدار با آقای خاتمی انتخاب شده بودن. باز چهره هایی بودن سرشناس، حتی من در میانشون میدونم چند بهایی بودن، پزشکان بودن، اساتید دانشگاه بودن و آدم های جالبی بودن. دیدنشون بسیار برای من قابل تأمل بود که خب چنین است. و بعد از یک طرف در داخل ایران نیز ما میدونیم نگاهی که به این سفر بود خیلی نگاه با تأمل، با درنگ، با امیدوار که این سفر منجر به این بشه که روابط بین دو کشور در جهت تجدید روابط کامل حرکت بکنه. گزارشی رو میدیدم که عده‌ای از ایرانی‌ها رو انتخاب کرده در داخل کشور که راجع به انتظاراتشون و روابطشون با امریکا سخن بگن. از تیپای مختلف هم بودن، بانوی مدرن متجدد، معجبه، مرد ریشدار، مرد بیریش، بیریش نمه من بعدش منظورم اینه ریش تراشیده، اینا همه در اونجا اظهار نظر میکرد. اما حداقل من میدونم اکثریت مردم ایران با امریکا دشمن نیستن، بسیار هم امریکا رو دوست دارن و گاهی امریکایی‌ها الگوشون میشن از نظر نوع زندگی، لباس پوشیدن. فیلم‌های آمریکایی رو بسیار دوست دارن، سریال‌های آمریکایی رو دوست دارن. در این گزارش بیشتر سعی شده که با کسانی صحبت بشه که یک رزرویشن، یه نوع انتقاد، یه نوع تحفظ نسبت به آمریکا دارن. نگاه کنیم با هم این فیلم رو و بعد من یه توضیحاتی در رابطه با این فیلم خواهم داد. خب دونه دونه میایم حالا ببینیم چهره ها رو، من راجبش صحبت میکنم. بله صدای اینا یه مقدار غیر متجانسه. We love Americans. American people are good people. We want the same thing as the American wants. America is a great country and we want to have good relations with America. We Iranian people don't have any problem with America. Our problem is with American politicians, those who are after war and bloodshed. You're not fair. Be fair to the world. Your behavior is not very good. Your politics is about war and it's terrifying. America is a dictatorship. میگه سیاست‌های جنگ‌آمیز. کجا سیاست جنگ؟ آقای اوباما که اومده که سیاست صلح‌آمیزه. ببین عین انشاهای تو مدرسه است. یعنی آنچه رو اونجا دیکته کردن به این خانم داره برای من تحویل میده. مشکل در سیاستمداران آمریکاست. مشکل در اهالی ولایت فقیه نیست. صبح تا شب مرگ بر آمریکا، از دیوار سفارت بالا رفتن، دیپلمات‌های آمریکایی رو تو بیروت کشتن، تفنگدارا 270 نفر رو کشتن، ویلیام باکلی رو شکنجه کردن و کشتن، ده ها شهروند آمریکایی رو گروگان گرفتن، همین الان رابینسون و پلیس آمریکایی رو دزدیدن و کشتن. اینا هیچ کدوم کار دشمنانه نیست. دولت مردان ایرانی همه اصلا گل محمدی هن. از آسمان اومدن، هیچ کار بدی هم نکردن. فقط این آمریکایی‌های جهانخوار هستن که صبح تا شب دارن چنین کارهایی رو میکنن. بقیه فیلم رو ببینیم. America has imperial plans and ideas. It wants to dominate. You're not the boss of the world. You shouldn't think that you're in charge of how the world runs.
You have to have equal respect for all countries. Why should we be controlled? Who is America to control us? With all the sanctions they put on us, it's like putting a gun on someone's head. If you think you are powerful, power doesn't mean you dominate people. This talk that we're making a bomb is completely false. As far as I'm concerned, I don't think they're making bombs. Don't you make one yourself? Why did you make a bomb? We are dangerous. We are dangerous. The Iranians are most civilized people. How many wars do we have? Did we have? Can you tell me? Can you tell me? People of Iran, they are friendly outside of the perception of the America. We are very peaceful people. We love each other and we never ever started a war. You respect our civil rights and we respect yours. It's just humanity. Don't meddle in our business. Just let us live in peace. I think the first steps are beginning to have the dialogue. I want things to improve for everyone's benefit. America, live, let live. That's all. Thank you so much. خیلی عجیبه. این خانم برمیگرده میگه که میگه ما موشک، تو چرا موشک میسازی؟ این طفلک ها توی دنیای دیگه نمیدونن جهان بعد از جنگ جهانی دوم چه شد. دو قطبی شدن جهان منجر به اون ریسی شد که هزاران موشک با کلاهک‌های اتمی در دنیا به وجود اومد. اینا حیوانکی‌ها نیستن تو اون باغ و دارن چیز دیگه میگن. من متاسفم جوانای ما اینجور به خوردشون دادن، یا دوربینو که میبینن مجبور میشن چیز دیگری بسازن و حقیقت رو در واقع فدای اون نگرانیشون. میگه آره دیگه، ما میخوایم زندگی کنیم، بذار ما زندگی بکنیم. مگه آمریکا جلو زندگی کردن ما رو گرفته؟ اگر جمهوری ولایت فقیه تو بحرین دخالت نکنه، تو لبنان دخالت نکنه، تو پاکستان و افغانستان و عراق دخالت نکنه، اگه الان در کشتار مردم سوریه مشارکت نداشته باشه، تو کسی به ما کاری داره؟ دید آقای جانکری با چه اشتیاقی با آقای ظریف گفتگو کرد. اگر منر و منش آدمی داشته باشن اهالی ولایت فقیه، چنین نمی شود. اگر نمایندگان دیپلماسی ما مردانی از نوع افرادی باشن که درسشون رو بلدن، کارشون رو یاد گرفتن، مرتضی سرمدی هن، مجتبی میرمهدی هن، امیر محلاتی هن، سیروس ناصری هن، آدم هایی هن که کارشون رو بلدن، ما مشکلی نداشتیم. شاگرد دوچرخه سوار رو میفرستی به عنوان دیپلمات، میخوای حاصل کارش چی باشه؟ پسر عبادوزه رو میذاری دیپلمات، دیپلمش هم به زورکی گرفته، ایشون میشه دیپلمات. این میخواد بره از حقوق ما دفاع کنه؟ نه، این اولین کارش دزدی، دومین کارش تو کشوری که فرستادی با اولین پولی که بهش میدن میخرنش. داستان سفیر ایران در کویت رو براتون گفتم، روز سوم ورودش بود، یه دونه سامسونیت 1 میلیون دلار، تموم شد. این شد سفیر و اطلاعات اون کشور، بعدم میاد در ایران، بعد وزیرش میکنه. ای داده بیداد. افسوس میخورم ولی امیدوارم سفر آقای روحانی و آقای ظریف نتایج مثبتی برای شما مردم زجر کشیده که متحمل این همه سنگینی ها شدید باشه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا دوشنبه همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم.